شاید سوالی باشه که علائم مرض شکر چی است؟ بسیاری وقتا مرض شکر در مراحل ابتدایی هیچ علامه نداره. وقتی شما میرین پیش دکتر، دکتر یک معاینه خون میکنه و شما میگه که مرض شکر دارین. اما بعضا مرض شکر علائم داشته این باشه که رو میریم با سلاید ها با هم میبینیم. علائم مرض شکر قسمی که پیشتر گفتم، بعضا مرض شکر در مراحل اولی خود علامه نداره، اما پسانتر علائم پیدا میشه که یا عبارتند از پولی دیپسیا، یعنی که مریضا زیاد آب می نوشن، پولی دیپسیا بسیار نان می خورن، پولی یوریا یعنی ادرار زیاد می کنن. بعضا مریضا وزن می بازن، بعضا مریضا بسیار مانده و زله و خسته، ضعیف و بی انرژی می باشن. بعضا مریضا با علائم اختلالات پیش دکتر مراجعه میکنن، مثلا دیدشان خراب میباشه یا یک بیهیسی و سوزنک زدن در اطراف سفلیشان پیدا میشن. علائم مرض شکر دیدیم، حالا میایم ای که عوامل خطر و مرض شکر چی خواد بود؟ یکی تاریخچه فامیلی و چی مانا؟ اگر یک نفر یا چند نفر در یک فامیل مرض شکر داشته باشه، چانس دیگه اعضای فامیل که مرض داشته باشه زیاد است. نژاد: امریکای سیاه‌پوست، افریکن امریکنز، امریکای سرخ‌پوست و لاتینوس و هسپانیکس و مردمای آسیای جنوبی یا نژادها هستند که دیا مرض شکر زیاد دیده میشه. سن: هر قدر سن ما زیاد شوه، چانس مرض شکر زیاد است. چاقی: کسایی که طرز عمل زندگیش ساکت است، یعنی سپورت نمی کنن. سندروم سیست های متعدد اووری و بالاخره مرض شکر دوران حاملگی، همه عوامل خطر و مرض شکر است. چطور از این ناجوری ما وقایه میکنیم که وقایه مرض در قسمت تداوی های غیر دوایی ما به شما مرور میکنم. سوال دیگه ای خواد بود که کدام فاکتورها سر شکر ما تاثیر میکنن؟ رژیم غذایی ما، سپورت، وزن ما و فشارهای عصبی، همه فاکتورها هستند که در شکر ما تاثیر میکنن. قسمی که پیشتر ما به شما گفتم که مرض شکر در ابتدا هیچ علائم و اعراض ندارن، شاید شما پرسان کنین که یک ناجوری که هیچ علامه نداشت، ما چرا پیش دکتر بریم؟ چرا تداوی کنیم؟ شکر وقتی که در خون بسیار بالا باشه و او تداوی نشه، سبب کامپلیکیشنز یا مصیبت ها میشه. شراین خرد و بزرگ به وجود ما آفت میرسانه که در قسمت اختلالاتم ما بر شما چندین سلاید تهیه کردیم، ایره با هم میریم میبینیم. اختلالات مرض شکر دو نوع است، یکی هاد یا اکیوت و دیگه مزمن یا کرونیک. اختلالات هاد یا اکیوت DKA دیابتیک کتواسیدوزیس می باشه و HHS هایپرگلیسیمیک هایپر آزمولر سندروم است که را من پسانتر به شما مرور می کنم. وقتی شکر به شکل دوامدار بلند باشه چی میشه؟ اختلالات مزمن پیدا میشه. شکر که زیاد بود شراین خرد آفت می رسانه، ایره میگن مایکرو واسکولر دیزیز، و شراین بزرگ آفت می رسانه که ایره میگن ماکرو واسکولر دیزیز. DKA و HHS هر دو بسیار حالت های وخیم هستن که حتی خطر حیاتی دارن. در DKA یا Diabetic Ketoacidosis
یک کمبودی مطلق در انسولین می باشد که سبب می شود که چربی ها تجزیه شود و فری فری اسید کیتون بادیز بیتا هیدروکسی بیوتریت و اسیتو اسیتیت و در نتیجه یک حالت کیتو اسیدوز پیدا کنند. در HHS کمبود انسولین به شکل نسبتی است و چی مانا؟ که هنوزم پانکراس ما انسولین تولید میکنه که مانع لیپولیسیس که یعنی مانع تجزیه شحمیات میشه، اما همین انسولین کافی نیست که شکر ما را کنترل کنه. از این سبب این انسان ها نان کتاتک باقی میمانند. شکر کلاسیک در کیتو اسیدوز است تقریبا 500-600 می باشد، در حالی که در HHS 900 تا 1000 هم می رسد. علت بسیار معمول DKA مرض شکر تایپ 1 است. اگر انسان ها انسولین خود یادشان رفته باشد یا مقدارش کم بگیرن، میکروب ها دیگه امراض جدی که لستشان زیاد است و حمله قلبی یا همه سبب دی که ای میشن. علائم اولیه دی که ای و اچ اچ اس چی خواد بود؟ مریضا زیاد می نوشن، پولیدپسیا، مریضا زیاد نان می خورن، پولیفیژیا و وزن می بازن. علائم پسانتر چی خود بود؟ علائم جهاز هضمی، دلبدی، استفراغ و درد بطن. علائم تنفسی، تنفسشان حرکتش زیاد میشن. اختلال الکترولایتس و اسید و بیس. علائم عصبی از قبیل ماندگی، خستگی و علائم عصبی، علائم عصبی به شکل منطقوی و بالاخره کوما. اختلالات یا کامپلیکیشنز های هادر دیدیم، میایم به اختلالات مزمن که شکر وقتی که زیاد باشه شراین خرد و بزرگ آفت میرسانه. شراین خرد آسیب شراین رتنه در چشم، رتنوپاتی، آسیب شراین رگای اعصاب، نوروپاتی و آسیب شراین نفرون ها، نفروپاتی. شکری که به شکل مزمن یا دوامدار بلند باشه سبب آفت و شراین بزرگ میشه که میگن امراض شراین قلبی، coronary artery disease، امراض شراین دماغ، cerebrovascular disease و امراض شراین محیطی. بیاین که همی اختلالات با هم یک جای ببینیم. در این سلاید شما یک منظره فانداسکوپی چشم میبینین توسط آفتالموسکوپ. اگه اینجا شما ببینین یا اپتیک نرف یا دسک و می شراین که می بینین این شراین رتنه می باشه. مرض شکر، اگر شکر به سالها تداوی نشه چی میشه؟ در بدک رتنوپاتی پیدا میشه، یعنی صدمه شراین خرد رتنه که دو نوع است، نوع نان پرولیفراتیو و نوع پرولیفراتیو یا گسترده. وقتی که شکر در خون زیاد بود چی میشه؟ سبب هارت اگزودیت، خون ریزی و سبب تورم در طبقه رتنه میشه. همی آفت و شراین رتنه چی میشه؟ چربی زا میزنه، این رو میگن هارت اگزودیت، خون ریزی صورت میگیره، ادیما یا تورم پیدا میشه. که امی تغییرات در طبقه رتنه سبب میشه که ما درست دیده نتانیم
و حتی سبب کوری میشه. در این شرایط مایکرو انوریزم پیدا میشه و به یک قسمت خون نمیرسه. قسمی که شما به اینجا امی لکه های سفید رو میبینید، این رو میگن لکه های پشم و پنبه یا اصطلاح طبیش است سافت اکزودیت. بالاخره سبب پرولیفراتیو دیابتیک رتیناپاتی میشه که به چی مانا؟ شرایین نو به شکل الیاف غیر منظم در آپتیک دسک پیدا میشه که سبب خونریزی، نسج ترمیمی و تا جدایی رتنه میشه که این سبب کوری ما میشه. ما خواستم در این سلاید همون نسج ترمیمی رو نشان بدم که به شکل شیت های سفید پیدا میشه و سبب جدایی رتنه میشه. تداوی اصلی دیابتیک رتینوپاتی لیزر فوتو کواغولیشن است. در این سلاید میریم دیابتیک نفروپاتی رو میبینیم که چی است. شکر وقتی که بلند بود تداوی نشد، همین طبقه زیر شراین خورده گلومرولوس آفت میرسانه. وقتی که او شراین برش آفت بسید در پیرامیدها خون نمیرسه. یعنی سفید سفیده که میبینه و پیرامیدها خون نرسیده و این گلابی که میبینه پیرامیدهای نرمال است. در نتیجه چی میشه؟ در ادرار مریضا اول البومین دیده میشه. اگر مقدار البومین 30 تا 300 باشه او را میگن مایکرو البومین یوریا، اگر 300 زیادتر باشه او را میگن مکرو البومین یوریا. همی پروتین یوریا یعنی پروتین در ادرار روز به روز زیاد میشه، وظیفه گرده خراب میشه، کریاتینین در خون بالا میره، فشار خون روز به روز بالا میره و گرده به این رقم خرد میشه. عدم کفایه گرده پیدا میشه که انسان ها باید در یونت های دیالیسیس برن تا ای که خونشان تصفیه شه یا بالاخره تعویض گرده. شکر وقتی که زیاد بود سبب آسیب شراین رگای اعصاب میشه. در اینجا شما یک رگ اعصاب میبینید شراینش نرمال، در اینجا آفت رسیده و در اینجا شراین هیچ شما نمیبینه که در نتیجه همی رگ اعصابم چمبلک شده. دیده شده که شکر وقتی که به شکل دوامدار بلند باشه تداوی نشوه، نه تنها اعصاب حسی بلکه حرکی و خودمختار هم معوف میرسازه. 3 نوع دیابتیک نوروپاتیز وجود داره: نوع محیطی، منطقوی و خودمختار. صدمه اعصاب محیطی در مرض دیابتیس که را میگن دیابتیک پریفرال نوروپاتیز که در این مریضا در 2 پایشان یک خلا زدن، سوزش، خنجر زدن و بیهیسی پیدا میشه که احساس در شب زیادتر میشه. نوروپاتی نوع منطقوی زیادتر اعصاب 3 و 6 جمجمه را معوف میسازه، سبب آفت اعصاب پرینیال میشه که سبب افتادگی در پای پیدا میشه و آفت اعصاب ریدیال یا افتادگی در بند دست پیدا میشه. وقتی که اعصاب آفت ببینه و جریان خون محیطی هم خراب شوه، در نتیجه چی میشه؟ مریضا اینطور برشان زخما در پایشان پیدا میشه. اگر غمی زخما خورده نشه ما مجبور میشیم که پای مریضا را قطع کنیم. صدمه به اعصاب خودمختار سبب این حالت ها میشه. دیده شده که 50% مردایی که بعد از سن 50 هستن اگر شکر خود کنترل نمیکنن ارکتایل دیسفانکشن پیدا میشه و چی مانا؟
عمل جنسی را درست اجرا کرده نمیتونه. تکلیف معده پیدا میشه به نام گاستروپوریسیس. برشان اسهالات و قبضیت های مزمن پیدا میشه. وقتی که استات میشن فشار خونشان پایین میفته، یا وقتی که تغییر وضعیت میکنن فشار خونشان پایین میفته و حرکت قلبشان در وادی نشستن سریع میشه، یک عرق ریزی غیر نرمال برشان پیدا میشه. بالاخره تکلیف عصبی مثانه کورا میگن نوروجنیک بلادر برشان پیدا میشه. اختلاطات شراین خورده دیدیم. میایم به اختلاطات شراین بزرگ. دیده شده که انسولین یک تاثیر توسوع وعایی داره، شاید توسط فعال ساختن تولید نیتریک اکساید در طبقه اندوتیلیوم. نپالوی ازی وقتی که شکر خون زیاد بود، اما وظیفه توسوعی طبقه اندوتیلیوم جدار شراینه تخریب میکنن. به این که همی اختلاطات شراین بزرگه در اینجا به دیتیل یا مشرح ببینیم. کسایی که سنش از 40 بالاست مرض شکر دارن، تداوی نمیکنن، فشار خون بلند دارن، کلسترول LDL کلسترول خرابشان بلند است، سیگرت میکشن، سپورت نمیکنن، تاریخچه فامیلی امراض قلبی اویوی داره، اینال چی میشه؟ ای عوامل خطر است که در نتیجه چی میشه؟ همی جدار شریان آفت میرسن. و چون کلسترول خراب LDL وقتی که زیاد بود در اینجا تنشین میشه، روز به روز زیاد میشه و بالاخره یک لخته خون پیدا میشه و مو شریانه بیخی مسدود میسازه. اینال اگر مو پلک در این قسمت پیدا شه، در این نایه قلب خون نمیرسه و این قسمت قلب نسجش از بین میره، که نمیره میگن امراض شراین قلبی یا coronary artery disease. اگر این حادثه در کدام شریان مغزی پیدا شد، در اون قسمت خون نمیرسه و در نتیجه مرض شراین مغزی یا دماغ پیدا میشه، یا این رو میگن سریبرو واسکولر دیزیز یا سکته مغزی یا ستروک. اگر می پلک با شراین محیطی پیدا شه، بیاین ببینیم که چی حادثه صورت میگیره. خون با پای درست نمیرسه، شما اگر ببینید این پای نرمال و یا هم پای خون نرسیده، این رو میگن امراض شراین محیطی. اگر غمش خورده نشه، در این وده گنگرین پیدا میشه که ما مجبور میشیم که پای مریضا را قطع کنیم. دیگه اختلالات مرض شکر اگر تداوی نشه، التهابات قسمت خارج گوش نوع سودومونال، تکلیف یا میکروب سمارقی به نام مایکور میکوزیس در روی، التهاب گرده، التهاب کامن بایل داکت. اگر یک مریضی که مرض شکر داره هم و میکروب داشته می باشه و شفاخانه مراجعه میکنه، اول باید خون مریضا کش شوه و بعد از او به این مریضا انتیبیوتیک های داده شوه که میکروب سودومونز تداوی کنه تا ای که کلچر آماده شوه. مرض شکر در دوران حاملگی اگر تداوی نشه، چی اختلالات یا کامپلیکیشنز و بار میه؟ طفلی که به دنیا میه وزنش زیاد میباشه، این رو میگن و ماکروسومیا. ولادت میتونه پیش از وقت باشه، پریکلامسیا، فشار خون مریضا زیاد میشه و پایشان تورم پیدا میشه. چانس ای که طفل مرده به دنیا بیایه، ولادت مغلق، یعنی طفلشان باید
از روی بطن گرفته شود، سی سیکشن یا نوزاد تکالیف تنفسی داشته می باشند، یا یرقان یا شکر خونشان پایین می باشد، یا هایپوکلسیمیا کلسیم خونشان پایین می باشد. پیش از اینکه به تشخیص و تداوی بریم، یک سندروم است به نام متابولیک سندروم یا سندروم اکس. او چی است؟ چاقی مرکزی، بلندی فشار خون، پایین بودن کلسترول خوب خون HDL، بلند بودن تریگلیسیرید و مقاومت در مقابل انسولین است. کسایی که سندروم اکس دارند نه تنها تکالیف قلبی اویوی و ستروک، تکالیف گرده و مرض شکر به این مریضا زیاد دیده میشه.